وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر گزارش سالانه این کشور از نقض جدی حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرده. وزیر خارجه این کشور گفته که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی مسائل حقوق بشری در افغانستان کمرنگ شده و محدودیت‌ها افزایش یافته است. در این گزارش قتل‌های تلافی جویانه از سوی نیروهای امارت اسلامی، حذف زنان و گروه‌های اقلیت از رهبری، محدودیت‌های جدی در برابر آزادی بیان و منع زنان از کار و تحصیل از درشت‌ترین موردهای نقض حقوق بشری خوانده شده است. گزارش از سهیلا یوسف. نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان. به تازگی وزارت امور خارجه ایالات متحده با نشر گزارش سالانه این وزارت از نقض جدی حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرده است. این گزارش عقبگرد و کاهش شدید حقوق بشری در افغانستان را پس از خروج ایالات متحده در ماه آگست نشان می دهد. در این گزارش قتل‌های تلافی جویانه توسط نیروهای امارت اسلامی، حذف زنان و گروه‌های اقلیت از رهبری، محدودیت‌های جدی در آزادی بیان و منع زنان از کار و تحصیل از درشت‌ترین موردهای نقض حقوق بشری خوانده شده است. محدودیت‌هایی که تا الان ما می‌بینیم و امارت اسلامی افغانستان بالای بعضی از مکاتب و دانشگاه‌ها و نهادها اضافه کردن یا ایجاد کردن، این باعث میشه، سبب میشه که کار را کنتر بکنه و امارت اسلامی افغانستان را به چالش بکشه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امارت اسلامی تاکید دارد که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی مسائل حقوق بشری در افغانستان کمرنگ شده و محدودیت‌ها افزایش یافته است. بحران بشری و اقتصادی در افغانستان، امکان دسترسی به غذای کافی، خدمات بهداشتی و نیازمندی‌های اولیه مردم به ویژه زنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است که مطمئناً این وضعیت زمینه نقض حقوق بشر را بیشتر از هر وقت دیگر فراهم می‌کند. اگر همچنین یک وضعیت ادامه یابد، از حالت فاجعه بار و به مراتب نگران کننده بشری و اقتصادی دور نخواهد باشد. در این گزارش آمده که ایالات متحده با ادامه چنین وضعیت امارت اسلامی یا هیچ نهاد دیگر را به عنوان هیئت حاکمه کنونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. نادیده گرفتن مسائل حقوق بشری، بسته ماندن مکاتب به روی دختران، عدم شکل‌گیری یک دولت فراگیر و نبود عدالت اجتماعی که از خواسته های بنیادی جامعه بین الملل بوده است، باعث گشته است که روز به روز جامعه بین المللی نسبت به امارت اسلامی افغانستان دلسردتر شود. سخنگوی امارت اسلامی اما این گزارش را رد کرده و آن را بی‌بنیاد می‌خواند و پیوسته تاکید دارد که امارت اسلامی متعهد بر رعایت حقوق همه افراد جامعه است. این گزارش کاملا به اساس و دور از واقعیت ها و مغرضانه هست و حقوق همه افغان ها در کشورشان تامین هست و امنیتشان هم تامین است و هیچ کسی خدا نخواسته به گونه قصدی و ارادی هیچ ضرری نرسیده، بلکه بالمقابل افغان ها روزای وحشتی را که در دوران اشغال و در زمان حضور نظامی امریکا سپری می کردن پشت سر گذاشتند. این در حال است که پیش از این نیز جامعه جهانی امارت اسلامی را متهم به نقض حقوق بشری کرده و گفته که دولت حاکم به تعهداتشان عمل نکرده است. آنان تاکید دارند تا زمانی که دولت فعلی شرط‌های جامعه جهانی را برآورده نکند، از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نخواهد شد.